خیلی با من بعد انتخابات آمدن صحبت کردن، گفتن کابینه فراجناهی درست نکن، نمیتونی هماهنگی درست کنی، مشکل به وجود میاد، یه جناح رو انتخاب کن از همونا بیار. من اصلا معتقد نیستم. اصلا حزبی وجود نداره تو کشور ما و جناحی هم وجود نداره، همش الفاظه، بحث‌های قبیله‌ای است. هر جمعی یه گوشه‌ای جمع شدن، کرکره هم پایینه، موقع انتخابات کرکره میره بالا، چراغ روشن میشه، دم مغازه آب و جارو میشه، سر صدا شروع میشه، انتخابات هم که تمام میشه کرکره پایین کشیده میشه. ما دنبال اعتدال سیاسی هستیم، تدبیر اقتصادی هستیم و امید اجتماعی. من توصیه کردم به وزرا که از جوانان، نخبگان و از بانوان استفاده بشه، کما اینکه بنده هم در سطح نهاد ریاست جمهوری و در سطح دولت از بانوان استفاده خواهم کرد. ما منتی سر خانم ها نمیخوایم بذاریم، حق قانونی اونهاست، حق طبیعی اونهاست. هیچ فرقی بین مرد و زن در خلقت، در علم، در هنر، در فهم، در درک، در تقوا، در نزدیکی به خدا، در خدمت به ملت و مردم، هیچ تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. یکم که نزدیکتر بشید افکار ایشون بیشتر شما رو جذب میکنه، یا یه خورده دیگه نزدیکتر بشید اعمال ایشون، برنامه ایشون، تلاش ایشون باز بیشتر شما رو جذب میکنه. آقای دکتر رحمان، حالا این کفی هم برای آقای دکتر رحمان. بله، من تا این اواخر هم نمیدونستم که به زبان کردی و ترکی هم مسلطه. اینم بله، بعدش دیدیم که اصلا در بررسی های ژنتیکی اصلا این مخلوطه. آقای مهندس محمد نجار، خب من از قبل میشناختم ایشون، از زمان دفاع مقدس و جنگ من میشناختم ایشون رو، و تو این 8 سال خب خیلی با هم بودیم، لااقل 2 هفته یه بار همدیگر رو میدیدیم به هر حال. و کجا میدیدیم؟ تو شورای عالی امنیت ملی. فکر کردی قهوه خونه ای جایی قرار بزنیم. مردم با خواست عمومی خودشون پیام مهمی رو برای مسئولین دارن. ملت در این انتخابات پیروز شده، اما اگر صدای ملت رو ما نشنویم، ما شکست خواهیم خورد. و اگر صدای ملت رو به خوبی بشنویم و عمل کنیم، این ملت پشتیبان ما خواهند بود، مشروط به اجرای قانون، مشروط به رعایت منافع ملی، مشروط به رعایت مصالح ملی و در چارچوب قانون اساسی و قوانین موضوعه. بنابراین بسیار مهمه که ما چگونه از این فرصت تاریخی استفاده کنیم. یکی از پیام‌های مهم 24 خرداد و این انتخابات، تجدید نظر در سیاست خارجی بود. تجدید نظر نه به مفهوم تغییر در اصول و مبانی، که اون اصول و مبانی سر جای خودش هست و ثابت هست، اما لااقل تغییر در شیوه ها و نحوه عمل کرد و تاکتیک ها که مورد نظر مردم بوده. سیاست خارجی جای شعار نیست. سیاست خارجی بسیار حساسه. و اگر ما
من تعبیر کنم، کلید حل مشکلات ما در این مقطع در دست سیاست خارجی است و اونهایی که باید بار امانت سیاست خارجی رو بر دوش بکشن سخنی به گزاف نگفتم. باید افراد حرفه‌ای با کار دقیق کارشناسی، با ایثار و فداکاری، با روی گشاده و با شهامت ما در بیان منافعمون با کمال شهامت باید حرف بزنیم. با هیچ کس تعارف نداریم، اما سخن ما باید عاقلانه، دقیق و منطقی باشه. سیاست خارجی جای شعر و شعار نیست، جای فهم درست وقایع جهانی است. ما اگر درست نتونیم وقایع جهانی رو لمس کنیم و درک کنیم و سپس نتونیم درست تحلیل بکنیم و پس از آن نتونیم در تصمیم سازی موفق باشیم و بعد در تصمیم گیری و سپس در اجرا، ما قطعا ناموفق خواهیم بود. به حمد الله وزیر امور خارجه فردی هست که در زمینه سیاست خارجی و فعالیت روابط خارجی تجربه های ذی‌قیمتی داره. وزارت خارجه هم که معدن بزرگی است که معادن ذهب و فضه و سرمایه های اصلی ما شماها هستید، مغزهای متفکر، افرادی که کارشناس بودن، تجربه به دست آوردن و این تجربه امانت پیش شماست. انشاءالله از این امانت ها به خوبی استفاده بشه. و نکته آخر من این هست که در دولت تدبیر و امید تمام کارشناسان در تبیین نظر کارشناسیشون و در بیان اون و در اظهار اون حتی کاملا باید احساس آزادی بکنن. این که من حس کنم وزیر خارجه یک نظری داره، بر مبنای اون من برم کارشناسی بکنم، ما کارشناسی سفارشی نداریم، کارشناسی آزاد. شما مسئولید، اون چه میفهمید بگید. اگر احساس کردید با اون کار کارشناسیتون، با اون نظر کارشناسیتون وزیر خارجه خوشش نمیاد، بدانید که خداوند خوشحال خواهد بود از انسانی که بدون تعارف به وظیفه ملی و دینی و الهی خودش عمل کنه. شما به وظیفتون عمل کردید، خدا از شما خوشحال خواهد بود اگر نظر واقعیتون شما گفتید. مهم نیست که رئیس جمهور چی فکر میکنه، شما باید نظر کارشناسیتون رو بگید. البته در مقام عمل ما در چارچوب قانون عمل خواهیم کرد، اما در اظهار نظر ما همه آزادیم و اظهار نظر آزاد خواهیم داشت. از این راه میتونیم مسیر بالندگی و پویایی رو طی کنیم، از این راه ما میتونیم نقد آزاد داشته باشیم، از این راه میتونیم به نظرات پخته تر و سریع تر برسیم و انشاءالله از اون طریق بتونیم مشکلات کشور رو حل کنیم. مشکلات کشور بسیار بسیار زیاده، اما امید من به حل اونها بسیار 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 بیشتر و ما میتونیم. همه باید با امید، با شهامت وارد این عرصه بشیم، وارد این معرکه بشیم. اگر ما با دنیا منطقی حرف زدیم و اگر ملت ما احساس کرد که ما با تدبیر داریم کار میکنیم، اگر دنیا بخواد به ما زور بگه، تمام ملت پشت ما خواهند بود، شک نکنید شما. ولی اگر ما شعار بدیم
بی منطق حرکت کنیم و نحوه سلوک ما بگونه ای باشه که مردم ما احساس کنن ما دقیق عمل نکردیم، اجماع ملی حاصل نخواهد شد. ما در برابر خارجی ها نیاز به قدرت ملی داریم. قدرت ملی یعنی اجماع ملی. اگر مردم احساس کردن که ما برای منافع اونها، ما برای مصالح اونها قدم به پیش میگذاریم و خارجی ها دارن لجبازی میکنن، بدونید تمام ملت پشت سر ما خواهند بود. ملت ما منافع خودش زیر پا نمیگذاره، ملت ما حقوقش زیر پا نمیگذاره، ملت ما پیام بسیار روشنی در 24 خرداد به دنیا داده. این دنیاست که باید به خوبی این پیام رو استماع کنه، بشنوه و عمل بکنه. انشاءالله که این چنین خواهد بود. اما اگر در یک فرضی هم دنیا گوش شنوا نداشته باشه، مردم ما قدمهاشون قدمهای استوار در مسیر اهداف ملی خواهد بود. انشاءالله همیشه موفق و معید و پیروز باشید. جناب آقای دکتر صالحی هم که در دولت جدید ایشون حضور دارن، فعال هستن، از وجود ایشون استفاده خواهیم کرد. ما با آقای دکتر صالحی تودیع نمی‌کنیم، شما ها می‌خواید تودیع کنید با ایشون، ما در خدمتشون هستیم. و معارفه آقای دکتر ظریف که نیازی به معارفه نداره. و خوشحالم که آقای دکتر ظریف این مسئولیت رو به عهده گرفتند برای سیاست خارجی. دکتر ظریف به خوبی میتونن این بار مسئولیت رو بر دوش بگیرن. هم رشته علمی و دانشگاهی و تخصصیشون و هم تجربه ایشون در طول سالیان دراز، من هم شناختم نسبت به ایشون خیلی طولانی هست، به هر حال از زمان جنگ و اواخر جنگ و بحث قطعنامه 1998 و مسائلی که بود و مذاکراتی که مذاکرات با عراق بود و در همه مقاطع، مخصوصا در مقطع سال 82 تا 84 که عملا ایشون رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بودن، بار مسئولیت سنگینی رو بر دوش داشتن و انصافا این مسئولیت رو به خوبی انجام دادن. که حالا من مسئولیت وزارتخونه به عهده گرفتم به هیچ وجه به این معنی نیست که من میخوام مجموعه های مسکن که ساخته شده اینا رو متوقف کنیم. غیر ممکنه. بیش از 10 میلیون نفر با این مجموعه و با این طرح سرنوشتشون زندگیشون پیوند خورده. بنابراین ما فعلا در این مقطع نقدامون به جای خودش، برای اینکه در واقع اگه بخوایم مسیر رو در آینده تصحیح کنیم چگونه تصحیح کنیم، ولی نسبت به گذشته وظیفه‌مون اینجاست که زیر ساختای مجموعه رو تامین بکنیم، خدمات روبنایش رو تامین کنیم، کیفیت زندگی در این محیط ها رو ارتقا ببخشیم. و به صراحت اعلام میکنم نسبت به پروژه‌های شروع شده هیچ تغییر سیاستی مد نظر نیست و ما تمام سیاست‌های قبلی رو ادامه میدیم با قوت و در واقع سعی میکنیم نواقص شما مرتفع کنیم، ولی برای آینده حتما باید یک تجدید نظر کلی در جهت داشتن منابع پایدار داشته باشیم. توی این وزارتخونه به نظر من عدالت مفهومش اون چی که باید در عمل اجرا کنیم در واقع توسعه متوازن کشور و آبادانی برای تمام ایران و تمام سرزمین. این نیست که ما تصور کنیم که مفهوم این که ما چند شهر بزرگ را آباد بکنیم و بقیه شهرها و روستاهای ایران در وضعیت نابسامان باشن. بنابراین من تلاش خودم اینه که خیلی خلاصه عرض میکنم، نمیخوام بحث بکنم، فقط مفهوم عدالت اون چی که من باید توی وزارتخونه تعقیب کنم، طرح آمایش سرزمین، طرحهای توسعه منطقه‌ای، طرحهای توسعه ناحیه‌ای، اینا در سلامات گذشته بعضیاش تصویب شده در سال 75 و در سالهای بعد از اون برخی از این طرحها به تصویب رسیده، ولی نیاز داره که همه این طرحها به روز بشه و در واقع ببینیم که ما در چه فاصله‌ای
از وضعیت مطلوب قرار داریم و نهایتاً توسعه رو بر اساس توسعه متوازن سرزمین ایران انشاءالله طراحی و اجرا کنیم. خدمت همکاران عزیز و تمام دوستانی که از بخش خصوصی دعوت شدن تشریف بیارن، ضمن اینکه واقعا دستشون رو به گرمی میفشارن و استمداد میطلبن از همه شون که بیان کمک بکنن، همینجا عرض میکنم که هیچ انتظاری از من نداشته باشن که هیچ پروژه‌ای رو و هیچ کاری رو خارج از رقابت ما به بخش خصوصی یا به هر بخش دیگری نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار بکنیم. مبنای کار قاعدتاً باید رقابت باشه تا سلامت در روابط ایجاد بشه. من بی تردید معتقدم که ماندگاری انقلابمون و پویایی انقلابمون به درک شرایط امروز بستگی داره. ما در شرایط حساسی هستیم و اگر از این بره خوب بیرون بیاییم انقلابمون رو بیشتر تضمین کردیم. یکی از مسائل ما در این وزارتخونه بحث سرمایه اجتماعی. در وزارتخونه که من اومدم احساس میکنم آرامش وقتی میسر میشه که منافع کارگر و کارفرما و به قولی خیر جمعی توامان در اون ملاحظه و نهادینه بشه. من اعتقاد عمیق به کارآفرینی دارم و معتقدم که مسئله اصلی نظام ما امروز مسئله تولید و کاره. اینجا نه وزارت کارگره، نه وزارت کارفرماست، بخشش البته منهای تعاون، اون بخش وزارت کاره. کار مسئله اصلی ماست و همه ذینفعان کار. ما این فهم رو اگر داشته باشیم و جایی که هم سهولت در کارآفرینی صورت بگیره، هم کارگری شاداب و راضی داشته باشیم، این استراتژی ماست، این ویژن ماست در بخش کار. میخوام با مردم عهد و پیمان ببندم که هر چه در توان دارم، آخرین حتی توان خودم رو ازش دریغ نکنم برای اینکه بهبود اوضاع رو، بهبود وضع معیشت رو، بهبود وضع تولید رو، اینها رو در پیشروی خودم قرار بدم. با همه دشواری ها آرزوم اینه که سفره تهیدستی پررنگتر بشه، آرزوم اینه که دفترچه تهیدستی در دستش مایه آرامش بشه. من مجدداً از حضور جناب عالی تشکر میکنم، از تفقدی که میفرمایید نسبت به چی میگن این جلسه چیه؟ معارفه و تودیع. بله، مراسم همون مراسمی است که آقای دکتر صالحی گفتن. چی بود آقای دکتر صالحی؟ و بتوانم روزی که مراسم همون که فرمودن تودیع و معارفه جانشین بنده اینجا باشه.